از معرفی عکاسان برتر جهان در خدمت شما هستم. در این برنامه قصد دارم شما عزیزان رو با لوئیس کارول عکاس انگلیسی آشنا کنم. تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. متشکرم. در 15 مارس 1856 دوربین رو به مبلغ 15 لیره در لندن خرید. این دوربین در اوایل ماه مه در کالج کرایست چرچ به وی تحویل داده شد و احتمالاً ساقدی چند روز بعد از آن چهره‌ای که از کارول گرفت. البته کارول در دفترچه یادداشت‌های روزانه خود ماجرا را به صورت دیگری شرح داده است. برای امتحان کردن عدسی از خودم عکس گرفتم. او از این زمان به بعد وقت خود را بیش از هر فعالیت دیگری صرف عکاسی کرد و اظهار داشت عکاسی برای من نوعی سرگرمی است که به اعتماد من شایسته خوبی است برای اجرای آن. لوئیس کارول دوربین خود را به سوی موضوعات خارجی بسیار همچون عمارت‌ها، باغ‌ها، تندیس‌ها نشانه می‌گرفت. نخستین ماه از سال 1856 در بردارنده وقایع مهمی برای چارلز لاتویک دادسن بود. او که عضو کالج کریست چرچ دانشگاه اکسفورد بود، چند روز پس از 24.5 سال بعد تولدش در این سال نام مستعار لوئیس کارول را برای خود اختیار کرد و بعدها آثار بسیار مشهورش را در زمینه ادبیات کودکان بدین نام منتشر شد. در ماه پس از این تاریخ با آلیس لیدل آشنا شد که الهامگر مشهورترین اثر وی به نام آلیس در سرزمین عجایب گردید و چند روز پس از این آشنایی شروع به عکاسی کرد. در آن زمان عکاسی به تازگی دست خوش انقلابی بزرگ شده بود و اختراع تصاویر منفی که بر روی صفحه‌های شیشه‌ای اندوده به کلودیون مرطوب گرفته می‌شدند سبب کنار گذاشته شدن شیوه فرانسوی دایره‌آتی و روش انگلیسی کالوتایپ شده بود. استفاده از این شیوه تازه آزاد بود و هیچ گونه محدودیتی که به سبب عقد پروانه اختراع وجود داشته باشد بر آن سنگینی نمی‌کرد. بدین سان بود که هزاران عکاسخانه که به بهای ارزان تجربه می گرفتن افتتاح شدند. در 1855 کارول به یکی از این عکاسخانه ها که واقع در لیتون در نزدیکی منزل خانوادگیش در یورکشایر بود رفت و از بود خواست که تجربه از او بگیرد.
بود پس از 3 مرتبه ناکامی پس چهره نسبتاً خوبی از او گرفت که نیمی از خانواده کرول آن را بهترین عکس ممکن و نیمی دیگر بدترین عکس ممکن خواندند. اندک زمانی بعد دوباره به آشپزخانه مجبور مراجعه کرد تا تکشهره برای افزودن به مجموعه عکس سانت لوسی بگیرد. او نیز در آن زمان مانند همگان دچار تب شایع جمع‌آوری و اهدای عکس‌های تکشهره شده بود. شیوه کلودیان مرتوب شماری از علاقمندان هنر را برانگیخت تا به عکاسی بپردازند. عموی کارول که استینسون نام داشت یکی از این علاقمندان بود. هنگامی که کارول دریافت که یکی دیگر از اعضای کالج کرایست چرچ گیوریجنال سابودی نام داشت، از دوستداران پرشور عکاسی به عموی خود نامه نوشت و از او راهنمایی خواست. کارول در 15 مارس 1856 دوربینی را در لندن خریداری نمود. این دوربین در اوایل ماه مه در کالج کرایست چرچ به وی تحویل داده شد و احتمالاً سعودی چند روز بعد با آن تکشهره از کارول داد. البته کارول در دفترچه یادداشت‌های روزانه خود ماجرا را به صورت دیگری شرح داده است. لوئیس کارول دوربین خود را به سوی موضوعات خارجی بسیاری همچون عمارت‌ها، باغ‌ها و تندیس‌ها نشانه می‌داد. با این همه به زودی به عکاسی تکشهره پرداخت. البته غالبا در هوای آزاد تکشهره می‌گرفت تا بتواند از زمان نوردهی بکافد. نخستین مدل‌های او همکارانش در کالج کرایست چرچ بودند که اینان غالبا لباس رسمی دانشگاه را بر تن داشتند و به صورت ایستاده یا نشسته و با حالتی مغرور در برابر دوربین قرار می‌گرفتند. غالبا اتفاق می‌افتاد که کارول در جستجو برای یافتن موضوع‌های مورد علاقه خود دوربین و تمامی وسایل دست و پاگیرش را که برای عکاسی به شیوه کلودیون مرتوب نیاز داشت همراه خود به این سو و آن سوی کشور ببرد. از میان کسانی که کارول موفق به عکس گرفتن از آنها شد می توانند از تنیسون، میلی، دیتری، روسیتی، الن تری و حتی دو تن از اعضای خانواده سلطنتی نام برد. با این همه کارول پیوسته در طی عکس گرفتن از دختر بچه ها بود. البته در این کار او هیچ گونه انگیزه خلافی وجود نداشت، همچنان که شماری از نقاشان دوره ویکتوریا نیز از کودکان نقاشی میکردند و جولیا مارگریت کامرون هم از آنها عکس میگرفت. اما دفترچه یادداشت‌های روزانه کارول نشان میدهد که او غالبا در این خصوص برخوردهای با والدین یا همراهان بچه ها پیدا میکرد و البته این عجیب نیست. خود کارول برنامه که به مادر بیاتریس پاچ نوشت تا از او برای گرفتن عکسی برهنه از دخترش کسب اجازه کند به این نکته اشاره کرد: تردید دارم که این تقاضا را از شما بکنم یا نه، چرا که مردم دیدگاه‌های بسیار متفاوتی دارند و اگر من چنین تقاضایی کنم ممکن است احساساتشان جریحه دار شود. کارول این نامه را در 1877 نوشت و 3 سال بعد به طور ناگهانی عکاسی را کنار گذاشت. برخی چنین القا می‌کنند که این کار او به دلیل مشکلاتی بود که در عکاسی از دختر بچه ها با آنها مواجه شد. برخی دیگر کنار گرفتن او را به این سبب می‌دانند که اعتقاد داشت هر عکسی که با صفحه خشک گرفته می‌شود آشکارا جلوه هنری لازم‌تری نسبت به عکس‌هایی که با صفحه مرطوب تهیه می‌شوند.